روستای بشیرآباد در فاصله 27 کیلومتری از مرکز شهرستان واقع شده، دارای جمعیت بالای 500 نفر و 132 خانوار. قریب 15 سال ما با این مشکلات بیابی که هم مشکل آب دام داره هم مشکل آب انسان. روستای بشیرآباد هم که طرح پروژه آبرسانی داره، اول آخرین فازه، فازبندی که از چشم گل یخک آب از یخک سیغلی بیا سمت بشیرآباد. بازم ما یک روستای یک گوشه افتادیم، متاسفانه بازم فاز آخره، ولی آب به ما نمیرسه تا فازبندی بشه و اعتبار بشه با این وضعیت کشور، باز بالغ بر 10-12 سال میشه. و پیشنهادی که شده ما دادیم به مسئولین محترم، آفای آمده، بخشداری آمده، معاونت محترم فرمانداری آمدن. آبی هست در 6 کیلومتری روستا که بلندی آب خوبه، تاریک منطقه است به نام منطقه تاریک دره، که اقوام تیمنکی نهایت 60-70 روز اونجا آب مصرف میکنن، بقیه سال آب به کال میره و داخل همون کال گم میشه. ولی خب 500-600 نفر با 7000 رأس گوسفند اینجا تلف شده از بیابی. ما همین توقع داریم با 200-300 تومان میشه جمع کردید، چون که نه اسکا پمپاژی میخواد نه برقی میخواد، میشه با یک لوله 63 آب و هدایت کرد خود سقلی بیاد سمت بشیرآباد. شبکه روستایی هم درسته، مخزن بتونی روستایی هم درسته، میشه انشالله با همتی که مسئولیم و مردم ما پایکارن. ما الان جلوی مردم میگم، ما به هر مردم گفتی آقا جان اگه بدونم ما منبع آبی موثقی داریم، بیایم گردن میش ما بره مار بگیریم برام بفروشیم، ولی بیار آب ما تامین کنه، با خانواده ما تامین کنه. متاسفانه همین جایی که میبینید سر قنات استادیم، خانم های ما با فاصله 700 متری فرغون های سنگین آب رو حمل میکنن که در مسیر راه دردش میگیره، بعد میبرنش دکتر، مراجعه میکنه به دکتر، بعد مشکلات بعدی براش پیش میاد که بچه‌شو مثلا بچه 5 6 ماه رو سقط بکنه. اینا بوده، با مدارک پزشکی هستش. کمردردایی که ما داریم الان بنده خدا پاگیر زمینگیر شدن الان داخل خونه، خانمایی که داریم که الان زمینگیر شدن داخل خونه، دیسکای گردنی، آرتروز گردن که الان هستن، واقعا همه با مدارک پزشکی هست که همین مشکلات برداشت آب، حمل آبی که داشتن تو مسیر براشون مشکل پیش اومده. و مشکل بعدی است، مشکل خودتون میبینید، مشکلات اجتماعی بر سر برداشت آب. غالب بار 7000 رأس ما گوسفند داریم اینجا. آبی هم که هست نه کفاف گوسفندا میکنه که هیچی، بماند که تانکر آب سیارم گاهی وقتا میاد گاهی وقتا نمیاد. الان که به ما مطالبه کرده میگه که هر تانکر 54900 تا شما پول آب بدیم. ما حساب کردیم در ما میشه 2,360,000 تومان. روستای ما شبکش طوری اجرا شده که متاسفانه یک سوم روستا آب میبینه، همین پایین دست روستا 2-3 در به آب میبینه، بقیه روستا آب نمیبینه. همه هجوم میبینن به سر همین تنها قنات روستا که برای برداشت آب از این برن گوسفنداش هم، یا تنها درآمدی هم که دارن یا عالی فقط همین دامداری هست. ما کشاورزی یک متر نداریم، چای کشاورزی نداریم، فقط مرتع داریم که از همین امرار معاش 100% عالی، نگه یک 2-3% که ماشین داره، ماشین هم ماشین سنگین نداره، ماشین سبک داره که امرار معاش زندگیشو بگذره. هر مسئول آمده، هر نماینده آمده به ما قول داده که آقا شما بیاییم مثلا پای کار باشیم. ما هیچ چی نمیخوایم اندظام جمهوری، ما عدالت میخوایم، ما همین میخوایم که عدالت برقرار کنه، فقط آب به ما برسونه. ما اینترنت نمیخوایم. الان بعضی آقایون به سر اینترنت دعوا دارن، ما اینترنت نمیخوایم، ما گاز نمیخوایم، ما جاده نمیخوایم، فقط آب برسونه. نیاز اولیه انسان آبه، فقط آب به ما برسونن. واقعا دیگه مردم که تنها این آب قنات هم که هست بر اساس آزمایش کارشناسای بهداشت شهرستان دانشکده علوم پزشکی اصلا قابل شد برای انسان نمی باشد. بالای 50 خانوار ما ریزش داشتیم که همه هم رفتن منطقه غصن‌آباد. اصلا دلشان میخوان، عشقشونه که برگردن به روستا زندگی کنن و محیط روستا محیط سالمیه، ولی میبینم مشکلات آبی که داریم اونجا، اونا همه دلسر شدن. آب از اینجا میبرن تو خونه میفتکن، نتونو خدا شاهد آب نتونو و الان فهم هم ببینم خودش شام جا براده فهم هم باد کرده، نتونو آب بیارم، کسی ندان جز از خدا، کسی ندان، هیچ کسی ندان. این جاده در سال 90 کد پروژه داشت، بودجش همه اومد، همه برنامه‌ریزی ها شد، شمع‌ریزی، شاسی، جاده همه تمام، فقط مونده بود که آسفالت روش بریزم و تمام. از سال 91 تا الان چند مورد ما ماشین چپ کرد، ماشین چپ کرده تا جاده. یکی از اون نمونه‌های پسر این آقا بود که با پسرش چپ کرد، پسرش فوت کرد به سر
چی ماشین؟ ماشین افتاد توی شنو به بازی افتاد، ماشین چپ کرد، پسر 5 ساله من توی جاده از دست دادم. قوم خیشان نگذاشتن، وگرنه تا بار مثلا از این روستا رفته بودن، اصلا بیزار از این روستا شدم من. نه آب داریم، نه جاده، اصلا هیچی، اصلا به درد این روستا، اصلا به درد ما دیگه نمیخوره، اصلا به درد زندگی این روستا خدایی نمیخوره. وضعیت بدشتی ما الان حموم ساختیم، حموم داریم، آب نداریم، حموم خواسته باشیم بریم باید چراغ رو اول چراغ نف کنیم روشن کنیم، بعد خواسته باشیم وضو بگیریم آب نداریم که وضو بگیریم، ظرفا غذا میخوریم ظرفا تا درست شسته نمیشه میارم آقا سر قنات ظرفا رو میخوام بشورم، نوبت نیست که ظرفا رو بشورن، زنا اونجا با هم دعوا میکنه، بعد ما که زنا مندت منن بریم آب بیاریم، ما اگه یک روز اینجا باشیم 10 روز مجبوریم مشهد بریم کار کنیم کارگری کنیم، ما که نیستیم دیگه، زنام خیلی وضعیت هم. وضعیت خانه بهداشت روستا با این که مثلا ما از زمان دولت های دکتر احمدنژاد پیگیری کردیم، خانم دستگیردی وزیر محترم بهداشت بودن عنوان کردن که باید حداقل 500 نفر جمعیت داشته باشین که طبق بخشنامه‌های کشوری ما امتیاز خانه بهداشت به شما واگذار کنیم، که ما در اون زمان 330 نفر روستا جمعیت داشت. باز هم در زمان آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی ما گفتم باید 700 نفر باشه، سال 98 باز اونجا ما پیگیری کردیم، متاسفانه با این بخشنامه جدید گفتم باید شما 1200 نفر جمعیت داشته باشی که ما امتیاز خانه بهداشت به شما واگذار کنیم. وضعیت تحصیلی واقعیتش بیشتر خانواده ها که واقعا زیر خط فقرن و ما فضای آموزشی خیلی کم داریم، 2 کلاس داریم، پای راهنمایی ما نداریم، پای متوسطه نداریم اینجا. به لحاظ مشکل اجتماعی که سال 94 توی یک نزاعی بود تو مراسم عروسی در روستای بشیرآباد، یکی از جوانای چشمگل هم که بین خودشون بود متاسفانه کشته شد. همون سالم با این که تهدید میکردم و ضرب و شتم قرار داده بودم بچه های ما رو ترک تحصیل کردم بیشتر بچه ها، از همون سال هم اصلا زده شدن نوجوان های ما، اشتیاق برای ادامه تحصیل ندارن. دختر خانم های که متاسفانه مردم بیشتر فقیرن، توان مالی آنچنانی ندارن که برن به شهر خانه بگیرن یا جای اجاره کنن که بتونن مثلا فرزندشون دخترشون ادامه تحصیل بده یا اونجا باشه یا در این مسیری که رفت آمد میکنه بود مسافت هست، میدونی همونجا جاده خاکیه، یک سرویس میخواد اینجا ادعای 50,000 تومان کرایه میکنه، اکثرا ترک تحصیل میکنن. برای الان من بگم به انگشت شمار ما دیپلم نداریم. یک سال است که کلن ما کل روستا ما 130 خانه رو در همه گازکشی کردن، بعدن گازکشی گفتن که لولاش هم انجام ده، گفتن گاز میاد، برج 6 قرار بوده بریم و گاز بیاد، هیچ، از برج تقریبا 10 الان لولا ما همه گازدار شده، علامه کار 2 ماه است وصل کردن. ما خود ما مراجعه کردن به شرکت گاز، میگه آقا برچسبار به ما تحویل ندادن، چون پیمانکار تحویل نداده ما شد، ما الان نونوایی داریم در برج 1000 لینف برای نونوایی مده، این 1000 7 خان رستم ما تی کنیم، 4 تا اداره رو میدهیم به شرکت سند مدن باید برن، اداره قله باید برن، شرکت نفت برن، 1000 لی نفت رو بدن به قیمت افغانستان برای ما میفته بینجی، 1000 لی نفت به یک تانکر که بدهیم 100,000 تومان از ما کرایه میگیره، لیتر 100 تومان کرایه میده، لیتر 150 تومان نفت برای ما هستم، یعنی 250 تومان تبین اینجا با کرایه میفته. نفت روستا 2 ماه الان قطع کردن، زمستون بخونه یک بشکه نفت میدادن، الان 2 ماه قرن کارتی کردن، کارتا 20 کار از 130 خانوار حدود 40 خانوار کارتاش شارژ شده، یا حداقل نفت نمیدن، لوله ها کنن گازدار کنترا مردم تویل دن شب برچسبار تویدن کارتا تویدن گازدار کنن روستا، واقعا خیلی مشکله. یا اینکه اینجوری نمیکنن، آب نداریم، جاده نداریم، هیچ امکان نداریم، گاز دارن که مخن ندارن، کلا روستا تخلیه کنن، واقعا بهتر بریم. یه آب که میبینیم 24 ساعته، 24 ساعتی استخر که ما زدن در 15 سال پیش در 24 ساعت اینقدر آب میاد توی کل آب مصرف روستا و 5,000-6,000 دام ماه، جمعیت روستا همون بالای 500 نفره و همیشه هم سر سرگردان با دبا زنام و 4-5 تا زن الان بچه از صدق کرده. آب ما غیر بهداشتیه، بهداشت چشمگلن در جریان است، حتی دیروز هم آمدن اینجا گزارش دادن که آقا یا آب شما غیر بهداشتیه، الان اسهال خونی هم شده چند نفره و واقعا خیلی در مضیقه ایم، از نظر آب آشی میدنی خیلی در مضیقه ایم. یا فکر مشوری با مردم بکنم، گوشمندان ما رو داره، نی خود ما رو داریم، بیاییم بدبختی هم میشه، ما همال دست هم آبدا رفتنی هم دست هم بیشتر آبیاری مادر جا، یک روزه دو روزه یک نخ هم یک پنج رنه
پنج خلاص. این دوبونکه ما ببره ظرف ما چی میشه، خوردن ما چی میشه، لباس ما چی میشه، بهار ما چی میشه. خدای یک رحم بکنه. به همی 250 خانوار یک تانکر آب چی باید بشه؟ ما که به بلند غلای هیچی اونم بینه، اونا دو دبه اومنه، پنج خانوار و چار دبه اومنه تا این روز دیگه. یک مسئولین با فکر مردم یک حال بکنه، فکر بکنه که لاغا یا که مگر غلط تخلیه کنه. این جگه نمستن زنها اصلا همه دیسی کمر شدن، کمران به درد مانده، مردا به سر کار کچی بیه زنها ریستاشو برن. خدای ان همی هم شبو بایم دن هم بیچاری هم نیکو یکم به خود خونم گم، همی فرگون، همی ماشینا، همی دبا ریستاشو همی جگه جنگ دبای به سر یک دبی آب از در شما نبوده، همی جگه دباشو ما میگم به زودتر آب کنی، یا خانم میگم به زودتر آب کنی، میگم به زودتر آب کنی. هر که کار زندگی داره از خود خود. ما چی گناه کردیم؟ شما بگین گناه ما چیه؟ مریضی ها زیاد چیگه خب اشتو وقتی به اون نواش ها آبادی هم میشه، تمیزی هم میشه، بداشت میشه، راحت کنه نمیشه. تو این بطری ها چیه؟ تو این بطری ها چی داری؟ آب داری؟